Hi there. I'm Will of the people. با درود. من ویل هستم. این پیام برای شما ایرانیانی است که برای کسب آزادی خود در مقابل یک دولت استبدادی به پا خواستید و دلیرانه مبارزه می کنید. پیامی که برای شما دارم توانمندترین شیوه آگاه کردن بیش از 90% مردم است تا بتوانند برای تضمین آزادیشان به پا خیزند. این شیوه بسیار نیرومند و کاربر می باشد. این شیوه نیرومند فراتر از هر ایدئولوژی و باور است. من این شیوه را در 3 مرحله توضیح خواهم داد و در انتها این 3 مرحله را با گفتاری از آلبرت انیشتین به پایان می برم. مرحله نخست، هر انسانی جویای آزادی است و نمی خواهد در یک سیستم استبدادی زندگی کند. مرحله دوم، با یک پرسش درست می توان مردم را در زمان بسیار کوتاهی به آگاهی رساند. این پرسش ها آنها را به فکر وامی دارد و میل مبارزه با استبداد را در ایشان بیدار می کند. مرحله سوم، بعد از آگاه کردن مردم لازم است که یک وسیله برای یادآوری این پرسش ها در اختیار آنان گذاشته شود. بسیاری از مردم خیلی راحت خبری یا مقاله‌ای را که در روزنامه و یا روی صفحه کامپیوتر می‌خوانند در زمان کوتاهی فراموش می‌کنند. این وسیله یادآوری می‌تواند یک کارت کوچک باشد که این پرسش‌ها بر روی آنها نوشته شده است. آمریکایی‌هایی که در سال 1776 میلادی انقلاب آمریکا را رهبری کردند، از این روش استفاده کردند. در مدت 6 ماه با نبودن وسایل ارتباط جمعی مردم به آگاهی رسیده و بر ضد حکومت انگلیس قیام کردند. این آگاهی در آن زمان فقط از طریق خبر دهان به دهان به وجود آمد و 2.5 میلیون نفر آمریکایی در سرزمینی به مساحت 920 هزار کیلومتر مربع از استبداد حکومت انگلیس آگاه شده و بر ضد آن قیام کردند. و اما این پرسش ها چه هستند؟ پرسش اول، تعریف شما از آزادی چیست؟ ممکن است باور نکنید که شمار بسیاری از مردم در تعریف آزادی در میمانند و نمیدانند چه بگویند. اگر مردم ندانند آزادی را چگونه تعریف کنند، چگونه میتوانند نگهبان آن باشند؟ پرسش دوم، چگونه از آزادی خود حراست میکنید؟ این سوال به مراتب مشکل تر از پرسش اول است. تقریبا هیچ کس جواب روشنی برای این سوال ندارد، مگر اینکه کتابی را که من نوشتم خوانده باشد. این دو پرسش مردم را به اندیشه وامی دارد. هیچ چیز برای یک انسان مهمتر از آزادی اندیشه و بیان نیست. وقتی مردم می‌بینند که در مقابل این دو پرسش درمانده اند، میل شدیدی در دانستن جواب این دو پرسش در ایشان بیدار می‌شود. پرسش سوم، چگونه می‌خواهید در انتخابات رأی بدهید؟ الف، رأی به سیاستمداران و یا ب، رأی به تصمیمات مجلس قبل از آن که به صورت قانون درآید. برای نمونه، آیا حاضرید قوانینی به اجرا درآیند که حقوق انسانی و اولیه نژادهای مختلف ایرانی و اقلیت‌های مذهبی را زیر پا بگذارد؟ تقریبا 95% مردم خواهان رأی دادن بلی یا خیر به این گونه مسائل کلیدی در مملکتشان هستند. برخی از مردم ممکن است رأی به سیاستمداران را ترجیح بدهند. برای آگاهی این دسته از ایشان بپرسید، آیا شما تعریف کلمه سیاستمدار را می دانید؟ به احتمال خیلی زیاد نمی دانند. برایشان توضیح دهید که سیاستمدار در فرهنگ لغات به کسی گفته می شود که از طریق فریب مردم و ریاکاری به مقاصد شخصی خیش می رسد. پرسش چهارم، آیا مایلید که قدرت داشته باشید برای هر قانونی که بر ضد شما تدوین می شود نبگویید؟ بیش از 90% مردم به این پرسش آری خواهند گفت.
آزادی ما تنها زمانی قابل حراست است که ما حق نگفتن داشته باشیم، چه در روابط شخصی و چه در روابط اجتماعی. تا وقتی رضایت به انجام کاری نداشته باشیم و با زور به آن کار وادار شویم، آزاد نیستیم. زمانی آزاد هستیم که بتوانیم به قوانینی که بر ضد ما نوشته می شود نبگوییم و اجازه ندهیم آن قانون به مرحله اجرا برسد. این کلید آزادی است و دولتی موفق است که این مسئله کلیدی را در مد نظر داشته باشد. آمریکاییان در سال 1776 میلادی این روش را پیاده کردند. باید به این نکته توجه کنیم که تمام انقلاب‌های تاریخ به راه کج رفتند. انقلاب شما ایرانیان و انقلاب آمریکا هم دزدیده شده و به راه کج رفته است. در دنیای امروز هیچ حکومتی وجود ندارد که شهروندانش آزادی کامل و حق رضایت و حق نگفتن به استبداد داشته باشند. شما ایرانیان در مرحله‌ای هستید که می توانید سیستم حکومتی خود را اصلاح کنید. سرخوستان امریکا تنها مردمانی بودند که قادر به برپایی چنین حکومتی بودند. متاسفانه آنها به وسیله اروپایی‌هایی که به آمریکای شمالی و جنوبی آمدند قتل عام شدند. و اما گفته آلبرت انیشتین، او معتقد بود که رفتار بیمارگونه رفتاری است که انسان کاری را به تکرار انجام داده و انتظار نتیجه متفاوت داشته باشد. رای دادن به سیاستمداران در شمار رفتارهای بیمارگونه است، چرا که سیاستمداران تمام انقلابهای دنیا را به راه کج بردند و ملتها را نابود کردند. آنها مردمان کشورشان را محکوم به استبداد و ظلم کردند. کلید آزادی در سه چیز خلاصه می شود: حق زندگی، حق آزادی بیان و اندیشه و حق خوشبخت بودن. این حقوق تنها به وسیله حق نگفتن به قوانینی که بر ضد ما تدوین می شود قابل تضمین است. من در فصل اول کتاب خود به این آزادی ها اشاره می کنم و اهمیت حفظ آنها را مورد بحث قرار می دهم. منظورم کتابی است که همکنون در دست من است. این کتاب به راحتی در جیب شما جای می گیرد و برای خواندن آن به بیشتر از یک ساعت نیازی ندارید. بسیار این کتاب را دو یا سه و یا بیشتر خوانده اند و به توانایی این اندیشه ها برای تغییر پی برده اند. اگر میدادی راجع به این کتاب بدانید، می توانید به آدرس وبسایتی که روی صفحه کامپیوتر نشان داده شده بروید و ویدیوهای بیشتری در این زمینه از جمله گفتگو با مردم در مورد پرسش‌های مطرح شده را ببینید. لینک وبسایت در بالای صفحه کامپیوتر دیده می‌شود. من ویل هستم و این پیام مورد تایید من است. مطمئنم مورد تایید شما هم هست.